از من آزرد دل کی دگر بینی نشان. رفتم که رفتم، رفتم که رفتم. از برت دامن کشان رفتم ای نامهربان. از من آزرد دل کی دگر بینی نشان. رفتم که رفتم، رفتم که رفتم. چه بودم بی خبر. رفتم که رفتم، رفتم که رفتم. خانم ها آقایان، شب همگی شما بخیر. من هما سرشار هستم، از طرف بنیاد هنر و گروه فرهنگی سرو و خاندان معینی کرمانشاهی حضور همه شما را در این جلسه گرامی می‌داریم. جلسه یادمان رحیم معینی کرمانشاهی، ترانه‌سرای یگانه و سالار ترانه‌سرایان معاصر ایران که هفته پیش به جاودانگی پیوست و امروز در این نشست به بزرگداشت زندگی پربار او خواهیم پرداخت و با شما از معینی کرمانشاهی صحبت خواهیم کرد. تقاضای من از همه شما عزیزان این هست که اگه محبت کنید تلفناتون رو روی روی وایبریشن بذارین یا روی لرزه بذارین یا خاموشش کنید. یکی دو ساعت با هم دیگه شعر و موسیقی و ترانه و صحبت و فیلم و اینها خواهیم داشت و لذت ببرین از حضور هنرمندان و اهالی قلم و دیگر عزیزانی که برای شما سخن خواهند گفت یا برنامه اجرا خواهند کرد. یکی دو نکته رو خدمتتون عرض بکنم قبل از اینکه برنامه به پایان برسه. باید بگم که تعهد داریم به دانشگاه UCLA که سالن رو ساعت 7:30 ترک بکنیم. ما سعیمون رو کردیم که سر ساعت همه برنامه‌ها اجرا بشه. از سخنرانان عزیز و کسانی که برنامه اجرا می‌کنن تقاضا کردیم که روی ساعت خودشون و مدت زمانی که براشون گذاشتیم بمانند، ولی برنامه که تموم شد و ازتون خدافظی کردیم، خواهش می‌کنیم که کمک به ما بکنید که سریع سالن رو خالی کنیم که دوستان گروه فرهنگی سرو رو دانشگاه UCLA فردا توبیخشون نکنه، برای که به موقع سالن رو ترک نکردیم. از همکاری و همراهیتون هم خیلی خیلی سپاسگزارم. در برنامه امروز ما سخنانی از فرهاد معینی کرمانشاهی، پسر زنده یاد معینی کرمانشاهی، خواهیم شنید. خانم ماندانا زندیان برای ما اشعار معینی کرمانشاهی رو خواهند خوند. از شهریار قنبری، یکی از ترانه‌سرایان نسل دیگر، نسل پس از معینی کرمانشاهی، خواهیم شنید. یک بخش موسیقی داریم با صدای خانم فتانه اقبالی و همراهی ویولونیست هنرمند و پرآوازه نوید کندلوسی و تنبک آقای آرش شاپوری. یک فیلم مستند خواهیم داشت از معینی کرمانشاهی، ساخته دوست هنرمندمون عباس حجت پناه. خانم گرد آفرید، بانوی نقال زن و بانوی سرفراز و فرهیخته ایرانی، از شاهکار معینی کرمانشاهی برای شما قطعاتی رو خواهند خوند. منتظر علیرضا میبودی هستیم که با شما سخن بگن، نام آشنا، روزنامه‌نگار و ترانه‌سرا خودشون. در بخش دوم موسیقی خانم سوسن یوسفی با همراهی نوید کندلوسی و همینطور آرش شاپوری برای شما قطعه از آهنگ‌های معینی کرمانشاهی، ترانه‌های ایشون رو خواهند خوند. سپس آقای ناصر پیراسته، مهندس آرشیتکت و مجسمه‌ساز و هنرمند و خلاق که از دوستان معینی کرمانشاهی هستند، از معینی کرمانشاهی با ما صحبت خواهند کرد. متاسفانه خانم فخری خوروش به دلیل بیماری نتونستن بیان و جاشون پلما خالی خواهد بود.
خانم ماندانا زندیان مجدداً برای شما چند اشعار معینی رو خواهند خوند. در بخش سوم موسیقی ما که باز هم از همراهی نوید کندلوسی و آرش شاپوری استفاده خواهیم کرد، آقای آرش آوین هنرمند گرامی ترانه یکی دو ترانه از معینی کرمانشاهی رو برای شما اجرا خواهند کرد و در پایان سخنرانی ها داریوش عزیز، داریوش اقبالی با شما از این هنرمند ترانه سر از معینی کرمانشاهی سخن خواهد گفت و شایدم یک کار دیگه هم بکنه. در پایان خانم نوشین معینی کرمانشاهی از سوی خانواده معینی کرمانشاهی با شما دوستان سخن پایانی رو خواهند گفت. امیدوارم که از برنامه امروز لذت ببرید در کنار ما و از تکاتک هنرمندان، سخنرانان و کسانی که محبت کردن در این برنامه با ما یادی کردن سپاسگزاری میکنم. از فریبرز یوسفی عزیز که کارگردانی برنامه رو دارن و این یک هفته واقعا خیلی زحمت کشیدن برای گردآوری همه این برنامه با هم و تا آخر امشب هم مسئولیت کارگردانی برنامه با ایشون هست، سپاسگزاری میکنم و دیگه صحبت رو کوتاه میکنم و خواهش میکنم که آقای فرهاد معینی کرمانشاهی بفرمایید. به نام خدای هنر و خالق هنرمند، با عرض سلام خدمت به همه شما که زحمت کشیدید امشب تشریف آوردید. از قول برادرم حسین، خواهرم شیرین و مریم، خواهر عزیزم نوشین، شباب ریاهی، مهرک ریاهی و گلی و بهزاد معینی، از همه شما تشکر میکنم برای که امروز اینجا تشریف آوردید. همینطور از خانوم سرشار آقای یوسفی و همه کسایی که در گروه صرف کمک کردن. پدرم 93 سالشون بود. ایشون تا روزهای آخر برخلاف مقداری خبرهایی که از طریق رسانه‌های گروهی و یا رادیوها، تلویزیون‌ها گزارش شده بود، اصلا مریض نبودن. کهولت سنی داشتن، خسته بودن، دل شکسته بودن، ولی مریض نبودند و تا روزهای آخر قلم از دستشون نیفتاد. و متاسفانه در بعضی از کشورها، مثل کشور ما، اگر کسی رو ما تو تلویزیون نمیبینیم یا عکسش رو نمیبینیم یا صداش رو نمیشنویم، دلیل نیست که مریض باشه، دلایل دیگری هم داره. من از زمانی که پدرم یادم میاد، ایشون قلم دستش بود، مخصوصا از زمانی که کتاب شاهکار رو شروع کردن که 71 سالشون بود. همیشه یه مداد و یک کاغذ دستشون بود، یه دفترچه کوچیکی داشتن. اگر راه میرفتن، اگر جایی میرفتن، همیشه این دفترچه باهاشون بود. اگرم که تو خونه نشسته بودن و کار میکردن، 13 ساعت 14 ساعت روزی میخوندن و مینوشتن، همیشه مداد و کاغذ داشتن. کتاب شاهکار رو با مداد نوشتن. اصلا از خودکار خوششون نمیومد، چون از خط خطی خوششون نمیومد. مدادشون هم تش پاک کن داشت. این مداد رو فشار میدادن، پاک میکردن. خیلی نازک و خیلی کمرنگ مینوشتن که اگر پاک کردن زیرش کثیف نشه. و تمام کتاب شاهکار خیلی من که حدوداً 5000 صفحه هست و تا دیروز صبح که می اومدم خدمتتون نگاه کردم، تا صفحه 3767ش پیش من هست سیاتل، این تمام با مداد و عین کامپیوتر نوشتن. که از صفحه 1ش که با خط پدرم هست و شروع کتاب شاهکاره، به عشق توی خاک ایران زمین، برای همه شما عزیزان یک کپی گرفتم و آوردم که به عنوان یادگاری آخر شب تقدیم حضورتون میکنم. و اینجوری بود که پدرم در ایران میساختن، کپی میگرفتن، کپیشو میذاشتن ایران، اصلش رو میآوردن آمریکا. اگر در آمریکا میساختن، کپیش رو میگرفتن میبردن ایران، اصلش رو تو آمریکا نگه میداشتن. همیشه اصلش تو آمریکا بود و همیشه این بود. حدوداً 81-82 سالشون بود. یه روز اومدم منزل و دیدم بابا همچین خیلی برافروختن و خیلی ناراحتن و خیلی خستن و خیلی دارن شکایت میکنن. گفتم بابا جان چی شده؟ گفتم دیگه نمیکشم، دیگه نمیتونم، دیگه پشتم نمیکشه. کتاب شاهکار وقتی که بابا شروع کردن،
یه اتمام حجتی با قلم اولش کرده بودند. حدوداً 20 خطر سطر این کتاب هست که با قلم صحبت کردن و از قلم خواستن که تو این راه کمکشون کنه و همراهیشون کنه و به قلم گفتن اگر تو با من نباشی من نمیتونم به دامه بردم و قلم جواب مثبت داده. اون روز به من میگفتن دیگه نمیکشم، گذاشتمش زمین، نمیتونم بابا جان. گفتم بابا جان شما هیچ اصلا بدهکاری به کسی نداری، نکنین، انجام ندین، بذارینش زمین، لازم نیست دیگه بنویسین. 80 خورده سالتونه، از صبح تا شب دارین راجع به تاریخ ما هم که تاریخ قشنگی که نیست، که راجع به قتل و کشتن و خونریزی و خیانت دارین میخونین و مینویسین، اصلا چجوری شب خوابتون میبره؟ گفتن راست میگی. گذاشتن زمین. یه چند روزی گذشت، من بعد از این چند روز برگشتم منزل و یه روز مادرم گفتم بابا کجا تو اتاق داره کار میکنه؟ گفتم کار میکنه، قرارم کار کنه، من برو باش حرف بزن. رفتم تو اتاق، بابا جان سلام چیکار میکنی؟ بابا جان هیچی دیگه، چقدر من تلویزیون رو اینا نگاه کنم، حوصله‌ام سر رفته بود، این قلم رو برداشتم فقط خط خطی کنم. ببین قلم به من چی گفت، از من شروع کرد گله کردن. من نشستم بابا 30-40 خط، حالا قلم با بابا حرف میزد و از بابا شکایت میکرد که مگه قرار نبود من همه جا باهات باشم؟ مگه قرار نبود تو با من باشی؟ تو اول کتاب که شروع کردی به من گفتی بیا ای قلم تا براه افتیم، اساشو مبادا به چاه افتیم، پس از شاعر توس نوبت به ماست، مدد ای قلم ره پر از سنگ هاست. مگه من تو رو جای زمین گذاشتم؟ مگه من دستتو نگرفتم الان نشستی؟ بعد اینجوری نگاه من کردم، گفتم خب بعد چی شد؟ گفتن شنیدم چو این از زبان قلم، به تن خستگی با همین پشت خم، ز نو ایستادم سر پای خیش، زدم شانه زلف سخنهای خیش، ببوسیدم از شوق دل خامه را، ز نو باز کردم من این نامه را. و این نامه برام تو رو خدا دست نزنین، چون طول میکشه، بعد خانم سرشار دست من عصبانی میشه. و این نامه تا 2 هفته پیش یک شنبه تمام نشد و ادامه پیدا کرد. بابا خیلی شاعر مردمی بودن، ترانه سرای مردمی بودن، اصلا میومدن سیاتل پیش ما با رادیو تلویزیون ها مصاحبه میکردن. بعد مثلا اون خانم محترم یا آقای محترمی که با بابا مصاحبه میکردن میگفتن آقای معینی ما مصاحبه هامون که تمام میشه مردم زنگ میزنن دوستان صدای شما رو بیشتر بشنون. میگفت آقا تلفن بنده رو اعلام کنید زنگ بزنم. تلفن خونه ما رو اعلام میکردن، بعد مردم زنگ میزدن با هم حرف میزدن. من میگفتم بابا جون چرا اعلام میکنیم؟ گفتن بابا جان من که از شکم مادرم که معینی کرماشایی نیومدم بیرون، که این مردم منو به معینی کرماشایی تبدیل کردن، حالا خودم رو قایم کنم از مردم؟ نه، من مال اینا، اینا باید به من زنگ بزنن. بعد من میومدم خونه مثلا تلفن زنگ میزد بابا با شما، همیشه هم میپرسیدن کیه بابا جان؟ میگم بابا 200 قبلی رو که نشناختین که، خب اینم نمیشناسین دیگه، گوشی رو بگیرین صحبت کنین دیگه، آخه کیه، چه کار دارین؟ که صحبت میکردن. ترانه هاشون هم اگر توجه کنین مردمی بود و میخواستن زبان مردم رو بگن. اون زن سرخپوشی که توی خیابون فردوسی میشست که خیلی ها راجبش میدونن، پدر منو بهش گفتن یه زنی از تو خیابون فردوسی لباس قرمز میپوشه و همش منتظره که طرف بیاد و این طرف هم خیالیه هم محالیه. بابام گفتن کیه؟ رفتن بهش گفتن میخوای صداتو بشنوه؟ گفت نمیشنوه. گفتن یه کاری میکنم بشنوه. ساختن تو شهری که تو نیستی خیابون شده خالی، دیگه هرچی میبینم داره رنگ خیالی. بعدم که گفتن چه کنم زنده به دنیای خیالم، چه کنم بسته به فردای محالم. بعد رفتن رادیو رو گذاشتن پیشش، گفتن بیا صدا تو میشنوه. ترانه رو بابا جوری که میساختن، قدیمی ها البته اینجوری میساختن، با چند تن دوستان قبل از اینکه شما تشریف بیارین صحبت میکردیم، بابا میگفتن ترانه باید اسیر آهنگ باشه و این آهنگ اول باید ساخته بشه و بعد ترانه سرا روش
کلمه رو بذاره که اسیر باشه. کار خیلی سخته ولی خیلی قشنگه. ترانه رو میساختن. سوژه ها هم زیاد از قبل انتخاب نمی کردن. مثلا ترانه کودکی رو اینجوری بود که یه هنرمند محترمی یا میومد منزل ما یا بابا میرفتن منزلش یا یه جای همدیگه رو میدیدن، این نوتو میزد و پدرم گوش میدادن. ترانه سرای اصطلاحی داشتن به نام مر. مر می نوشتن، بعد می آوردن خونه به شعر تبدیل می کردن. بابا هیچ موقع مر نمی نوشتن، همونجا می ساختن. می گفتن دوباره بزن، دوباره بزن. این می زد. بابای من مثلا خونه آقای تجویدی بود، آقای تجویدی که ملودی رو می زد بیرون رو نگاه کردن، بیرون نگاه می کردن، یفه می بینن باغبون آقای تجویدی داره کار می کنه، بچهش داره تو گل بازی می کنه و این با آب بازی می کنه. خب می سازن رنگ گل صفای دیگر در چمن داشت، آسمان جلای دیگر پیش من داشت. بعد برای نتیجه گیری می گفتن نه دلم، نه مرا سوز سینه بود، نه دلم جای کینه بود. یعنی منی که الان بزرگ شدم هم سوز سینه دارم هم دلم پر کینه است. پس چی؟ شور و حال کودکی بر نگردد دریقا. اینجوری می ساختم. یه داستانی براتون سری میگم. شادروان رام، نماد رام، میگفتن یه روز ما قرار بود با موینی که ماشایی ترانه بسازیم و بعد از اون من برم خونه موینی. و من از اون روزایی بود که هزار جور بدبختی و گرفتاری و دردسر و با یکی دعوام شده بود و برقمون رو قطع کرده بودن و دیدم تو خیابون با افسر رانندگی میخواست جریمه‌ام کنم. از اون روزایی که همه مهایده داشتیم. میگفتن من رسیدم منزل موینی و این کتو درآوردم و گفتم آقا تو نمیدونید امروز من چه روزی داشتم. از اون صبح میگه تا اومدم حرف بزنم آقا فلوت تدرر بزن ببینم چی ساختی. میگه یفه منه. میگه آقا جا من دارم به تو از درد دل میگم آقا فلوت تدرر بزن، درد تو میخوام برات بسازم، فردا برو بخون همه بفهمن، چه فایده داره به من میگی بزن. میگفت ما فلوتو زدیم. آقا بعد از یک ساعت کاغذ تحویل ما داد، گفت خیلی خوب بیا اینم دردت، برو فردا بخون. در امید به رویم بسته بود و بسته تر شد، صدای قلب من امشب خدا آهسته تر شد، ز دست آشنایان خسته بود و خسته تر شد، نگوید دیگر این دل قصه های عاشقانه، از آن بیمهری یار و از این رنج زمانه، زبان دل تو گویی بسته بود و بسته تر شد. یک وصیتی دارم از پدرم که به من قول داده بودم که من اینو ابلاغ کنم و اینو میگم و از خدمتتون مرخص میشم. این وصیت به هنرمندای جوانه که قراره مخصوصا در عالم هنر موسیقی و ترانه انشالله که موفق بشن و همشون یه روزی به عرش بالا برسن. وصیت اینه که به هنر و هنرمند احترام بگذارید تا مردم به شما احترام بگذارد، چون هنر یه خدایی هم داره. اگر خدای هنر از شما رو گردان بشه، بعد شما هیچ جایی در عالم هنر نخواهید رسید. میگه بر سر خاک من چو بنشستید، شعر رفتم که رفتم هم خوانید. یعنی انقدر به این شعرش ارج میده که میگه بعد از من هم بخونیدش. نمیگه نخونیدش، میگه بخونیدش، همه بخونیدش، جلوی بیمارستان یه عده بخونیدش، همه بخونیدش، تیک تیکش نکنین، تو موزیک رپ نیارینش، مسخره بازی باهاش را بندازین، باهاش ویدیو درست کنین، این کارو باهاش نکنید. مسلوب، سال 2000، دو پنجره، اینا برگه هایی از شناسنامه اردلان سرفرازن، کسی حق نداره با اینا شوخی کنه. جنگل جنتی عطایی ورقه ای از هویت جنتی عطاییه، کسی حق نداره اینا رو تیکه تیکه بکنه، چون اگر شما اینا رو تیکه تیکه بکنید و با اینا بازی بکنید، بعد خدای هنر به شما خشمگین میشه و خدای هنر نباید از شما رو برگردونه. شور آشفت حالیم افکند، دلکش آوازه ای به نای هنر، کودکی را چنان کشیدم نقش که شد احسند گو خدای هنر. خدای هنر همراه همه هنرمندا و هنردوستا. خیلی ممنون.
حالا از خانم دکتر ماندانا زندیان دعوت میکنم که بیان و با ما از معینی کرمانشاهی بگن. خانم دکتر ماندانا زندیان خودشون شاعرن، شاعر نسل جوان و نقد می نویسند و نویسنده کتاب های متعدد و همکار من هستند در صبحانه با هما سرشار. با نهایت افتخار خانم ماندانا زندیان. وقت همگی به خیر. سپاسگزارم از بنیاد هنر و از گروه فرهنگی صرف برای زحمتی که کشیدن، امکانی که فراهم کردن و برای وقتی که به من دادن تا چند دقیقه در حضور همگی شما، در حضور خانواده محترم استاد معینی کرمانشاهی، با احترام به تک تک شما و با نهایت فروتنی در برابر اساتید بسیار زیاد من در این جمع همراهتون باشم در شادمانی حضور خجسته استاد معینی کرمانشاهی بر بستر زبان و فرهنگمون. فردوسی در انتهای شاهنامه میگه نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم. و این رو در حقیقت خطاب به یا در جواب به خطی میگه که چند صفحه پیش از اون رستم فرخزاد در نامه‌ای به برادرش مینویسه چو بر تخمه‌ای بگذرد روزگار، چه سود آید از رنج و از کارزار. فردوسی سخن و کلام رو در تعریف هویت در برابر انگاره نژادی مینشونه. فردوسی میبینه که انگاره نژادی هویت همونجا در قادسیه داره دفن میشه و معتقده که هویت ما به خون جاری در رگ، به اون چیزی که فردوسی در سرتاسر شاهنامه تخمه مینامه و ما امروز ژن یا دی ان ای میگیم، بستگی نداره. به زبان، کلام، سخن و فرهنگ ما بستگی داره. از رودکی تا فردوسی تا حافظ تا استاد معینی کرمانشاهی تا استاد شهیار قنبری این تخم سخن رو پروراندن و پراکندن تا ما امروز در کنار هم باشیم، قدر بگذاریم این تلاش رو و من هم بتونم چند دقیقه وقت شما رو بگیرم. من صحبتم رو با چند خط از شاهکار سروده استاد معینی کرمانشاهی به پایان میبرم. به وارستگی ها بناز ای قلم، بکش در سخن بحث عدل و ستم. مرا مام میهن چو آزاد زاد، کنون بار بر دوش من افتاد. خدایا در این کار دستم بگیر، تهی‌دست رفتم به میدان شعر. تو ای محفل آرای مستان عشق، که بردی مرا سوی میدان عشق. به نامت قلم را به جوهر زدم، چون مهر امانت به دفتر زدم. در این گفته گر سرزنش ها مراست، نگاهی به تاریخ گاهی رواست. به جز ما که در ما صدا را بکشت، به جز ما که ادراک ما را بکشت. سپاسگزارم. خب در اینجا قرار بود که آقای شهیار قنبری سخن بگن، متاسفانه سرماخوردگی پیدا کردن، ولی با محبت تمام پیامشون رو به صورت ویدیو برای ما فرستادن که تقاضا میکنم اینو پخش بکنید. توجه بفرمایید. من شهیار قنبری، شاعر شما. راه دور، سرمای ناجور و همزمانی این مراسم پرشور با برنامه رادیویی مقدغنها نگذاشت که با شما باشم، اما با همین تصویر و صدا میکوشم تا به سهم خود زندگی شاعر و زیبای آفرین خانگی استاد معینی کرمانشاهی را جشن بگیرم. باری بچه حیف که دوباره در غیبت عزیزی بزرگی باید چیزی بگوییم و بغضی کنیم و برویم تا محفلی دیگر. و هر بار همین را بگوییم که از جایی باید جور دیگری بود، جور دیگری دید. از جایی باید همین حضور دوستانه و سخاوتمندانه و مهربانانه را به خود آن بزرگ از دست رفته پیشکش کرد تا میوه‌ای داشته باشد. به خود او باید هدیه کرد، نه به خاطرش. اما انگار این دایره تاریخی را
سر شکستن نیست. 15 ساله بودم که نخستین ترانه‌ام را نوشتم و به 18 سالگی وقتی برای نخستین بار کارم را از رادیوی کوچک خانگی شنیدم، باور کردم که صاحب حرفه شدم. اما از همان آغاز همه هم پر از ترس بود که مبادا آماده نباشم. میپرسیدم آماده ای؟ مترو اندازه آموزگاران غزلساز را میشناسی؟ از رهی معیری و معینی کرمانشاهی و سیمین بهبهانی تا تورج نگهبان و بیژن ترقی و پرویز وکیلی، آن همه بالا بلند بلد راه، آنان که هر کدام بر قله ایستاده بودند، که شاعر بودند، غزلساز بودند و حرفهای پیش پا افتاده روزانه را از آن دست که امروز مرسوم است به نام ترانه منتشر نمی کردند. آموزگارانی که پاکنویس هاشون را به دست مردم می دادند. ما یعنی نسل تازه، اما با پیشنهاد ترانه نو آمدیم، نه برای انکار دیروز، که آمده بودیم تا قصه نسل خود، قصه روزگار خود را به زبانی دیگر واگو کنیم. با این همه جز عشق و احترام چیز دیگری به همراه نداشتیم و استادان و آموزگارانیز در سایه سار خود از ما پدران مراقبت می کردند. از شاعران نوپرداز نادر نادرپور زودتر از همه به دادمان رسید و به دفاع از پیشنهاد ما پرداخت. وانگاه احمد شاملو، هوشنگ ابتهاج، یدالله رویایی، فریدون مشیری، اسماعیل خویی، باری و میوه، چند برنامه تلویزیونی که گوینده و تهیه کنندهش دکتر محمود خوشنام بود از کانال دوم، و به جز استاد نادرپور و شاعران دیگر من نیز در آن گفتگوها حضور داشتم. باری اما مخالفانی هم داشتیم که مدام ترمز می گرفتند. با این همه آغوش باز مردم و تماشای لبخند رضایت بر چهره تورج نگهبان استاد معینی کرمانشاهی، اگر کاری را می پسندیدند برای ما زیباترین پاسداشت بود. بگذارید نخستین و آخرین دیدارمون را به یاد بیاورم. نخستین دیدار در گرد همایی خانه استاد معینی کرمانشاهی برای برپایی خانه ترانه نویسان، سندیکای ترانه سازان، تا شاید سرانجام به سقفی برسیم که اگرچه به قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان رسیدیم، اما مثل همیشه زورقی بود که به گل نشست. استاد همیشه صاحب لبخندی زیبا بود، مردی آرام، حتی وقتی که خشمی آزارش میداد با آن لحجه شیرین همیشه با ما بود، حتی وقتی که با ما نبود، چرا که صدای زیبای امادرام کلامش را به خلوت ما پرواز میداد. بهار من گذشته شاید، با آن شاید ای که آخرین جای این پرسش تلخ می نشست که به باور من همه رمز و راز این حرفه مقدس بود. حتی برای جوانی که در دل لندن دهه 60 و راک اند رول شکل گرفته بود، که پر از بیتلز بود و پینک فلوید و لینارد کوهن و ژاک برل، اما در آن کلام و صدا حسی بود که عطر خانگی داشت و از آن من بود و دست مرا می گرفت تا به بلندای خود برسم. آخرین دیدار پس از آن همه سال ترانه و ترانه و ترانه در قطار زیرزمینی لندن بود، آندرگراند، که برای من پر از خاطرهای نوجوانی بود. از پاریس می آمدم، تبعیدگاه تازه هم تا آلبوم پیشمرگانه ها یا اگر همه شاعر بودند را که برای عزیزی فرستاده بودم تا آنجا پخش کنند و حالا بیگفت مردم ترانه های اجتماعی را پس می زنند، پس فروش نمی رود، پس بگیرم. به تلخی حالا روبرویم استاد نشسته بود در قطار، او هم تلخ تلخ. دو قربتی، دو نسل به بنبست رسیده، اما آن همه کار آفریده. سلام کردم. استاد که حالا لبخندش را گم کرده بود پاسخ داد: سلام. صحنه سردی بود. گفتم: حیف شد استاد. گفت:
چه حیفی، بهتر شد که تمام شد. گفتم تمام که نشد، کارها برای همیشه در سفرند، از جایی به جای دیگر، از خلوتی به خلوت دیگر. نگاهم کرد، انگار میخواست بگوید بس کن، یا به سبک هدایت میخواهم 100 سال سیاه دیگر ننویسم، برویم خود را بترکانیم. باری از هم جدا شدیم، رفتیم تا امشب که استاد نیست و ما هستیم. این جوری، این شکلی که میبینید، دوباره بگوییم حیف شد. استاد در این سالها از ترانه دور افتاد و چه حیف. از نقاشی هم جدا شد که آن همه برایش دل دل میزد و پدر اجازه نداد به دنبالش برود. با تنها میراث آن روزها یک کار سیاه قلم، مسیح سیاه قلم، که اینجا و اونجا میگفت با دنیا تاختش نمیزنم. باری اما شعر را دو دستی چسبید، مگر میشد رهایش کرد؟ به سراغ تاریخ رفت که شاهنامه دیگر بیافریند تا شاهکارش شود. اما دل شکسته از ترانه با او بود. اینکه حقوق شاعران همچنان زیر دست و پا له می شود و کسی برایش کاری نمی کند، چرا که برای مردم هم مهم نیست سرنوشت ترانه چه می شود. همه سرگرم مصیبت خیشیم و گاهی هم کپی کردن و حمایت نکردن از زیبایی آفرینان هم سرزمین. چند سال پیش در گفتگو با رسانه ای گفت گرفتم اینکه عضو کپی رایت جهانی نیستیم. نباشیم، آدم که هستیم، چرا باید حقوق یکدیگر را رعایت نکنیم؟ کار آدم را به نام خود منتشر می کنند، کار آدم هستی آدم را به یغما می برند و در این میانه هیچ کس کاری نمی کند، حرفی نمی زند. شاعر جان، خدا کند یادمون نرود که انسان را باید رعایت کرد، که تو بزرگ خانگی به چشم خود خون انسان، خون شاعران را دیوان به دیوان دیده ای. استاد جان، مگر می شود بهار شما گذشته باشد؟ شهریار قنبری، 29 نوامبر 2015. سبز باشی، سبز و آفتابی. Thank you.
از برت دامن کشان رفتم ای نامهربان، از من آزرده دل کی دگر بینی نشان. رفتم که رفتم از برت دامن کشان رفتم ای نامهربان، از من آزرده دل کی دگر بینی نشان. رفتم که رفتم از من دیوانه بگذر ای جانانه بگذر، هرچی بودم بی خبر. رفتم که رفتم شمع بزم دیگران شو، جام دست اینوان شو، هرچه بودم بی خبر. رفتم که رفتم بعد از این کن فراموشم که رفتم، دیگر از دست تو می نمینوشم که رفتم. با دل زود آشنا گشتم از دامت رها، بی وفا رفتم که رفتم بی وفا رفتم که رفتم. من نگویم که به درد دل من گوش کنی، بهتران است که این قصه فراموش کنی. عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتران است که این قصه فراموش کنید.
شمع بزم دیگران شو، جام دست این و آن شو، هرچه بودی هرچه بودم، بی خبر رفتم که رفتم، رفتم که رفتم. بعد از این بعد از این کن فراموشم که رفتم، دیگر از دست تو می نمی‌نوشم که رفتم. با دل دود آشنا گشتم از دامت رها، بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم، بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. هر کاشتنی بدان که برداشتنی است، هر چی بکارید باید برداریدش. هر داشتنی همیشه بگذاشتنی است، هر چی که داریم باید بگذاریم و بریم. جز جای تو در جان که نگه داشتنی است. امشب همه اینجا گرد هم جمع شدیم تا یاد یک مرد بزرگ رو گرامی بداریم که بی‌شک یکی از برترین شخصیت‌های صد سال اخیر میهن مملکت ماست. او را اغلب عنوان ترانه‌سرا می‌شناسند، شاعر، ولی به نظر من اشرافی که بر تاریخ داشت هستن حیرت انگیزه. نگاه کنید به هزاران بیت شعری که گفته در وصف تاریخ ایران از زمان فردوسی تا به امروز، نشون میده که او منزل به منزل، کاروان سرا به کاروان سرا، مسافرخانه به مسافرخانه تاریخ ایران رو زندگی کرد. دقایقش رو میشناسه، از سمرقند به بلخ، از بلخ به بخارا، از بخارا به لارنده، به قونیه، به بغداد، و فطرتش رو، ذاتش رو، عشقش رو، همه چیز رو تو این کتاب، هر این اثری که به نام شاهکار میشناسیم، واقعا جاسازی کرده در میان الفاظ و واژگانی که استفاده کرده. و نشون میده که چه عشقی به ایران و میهن و مملکت و سرزمینش داشت. عشق غریب. میگه عجب شاهکاری شد این شاهکار، بمان ماندگار ای زمن یادگار. فکر کنید در یک بیت دو مصرع 14 سیلا از سه واژه بسیار با معنا استفاده کرده، از سه ترکیب: شاهکار، ماندگار، یادگار. و واقعا مصداق زندگی خودشه، مصداق زندگی معینی کرمانشاهی و آثاری که برای ما به جا گذاشته به عنوان یک میراث گرانقدر. میگن تاریخ جسمیت داره، اندامواره داره، رگ داره، پی داره، خون داره، استخوان بندی داره. گاهی صداش میشه از زبان تاریخ شنید. بعضی وقتا تاریخ به شما دروغ میگه، باید از زبان ترانه گوش کنید، یا صدای خواننده‌ای که داره برای شما چیز رو زمزمه میکنه. اگر بخواید به تاریخ دوره حافظ پی ببرید، هیچ اثری وجود نداره حقیقت رو به شما بازگو کنه جز خود شعر حافظ. یعنی ناگزیرید، ناچارید به خود حافظ رجوع کنید برای که بدونید در دوره او چه گذشت، چه بر سر ایران آمد، یا چه بر سر فارس، اونجایی که او زندگی میکرد. دوره دوره دلخوشیشه، یه دوره دوره سرخوشی،
دوره شادی یه موقع هم که استبداد و جباریت مذهبی حاکم میشه دوره غم و اندوه شاعر شروع میشه و شما این غم فلسفی رو در آثارش کاملا هم حس میکنید هم متوجه میشید که او از چه رنج عمیقی با چه رنج عمیقی درگیر بوده و وقتی مقایسه میکنید ببینید عجب غمها در تاریخ تکرار میشن همین غمی که امروز ما داریم همین که امروز ما داریم آقای معین‌الدین کرمانشاهی رو من نخستین بار خیلی بچه بودم یه شعر برده بودم مجله چون اونجا نشسته بود فوق‌العاده خوش قیافه با هیبت سردبیرم پشت میز بود فکر کنم آقای ناصر خدایار بود شعر رو دادم چون شعر رو داد به آقای معین‌الدین من نمی‌شناختم آقای معین‌الدین رو بعد خون به من گفت که پسرم شعرت خیلی خوبه ولی چرا همه جا فعل نمودن رو به جای کردن آوردی برو اصلاحش رو گرفتم اومدم یکم دلخور شدم ولی بعدها شرمنده شدم که چرا اون لحظه من از راهنمایی یک استاد اینقدر دلگیر شدم بعدها البته برای خودشون تعریف کردم این حکایتی بود مناسبات معینی کرمانشاهی و همسرش مناسبات عاشقانه باور نکردنی اینا اصلا به هم ترکیب شده بودن عجین شده بودن هر همه جا به هم زندگی میکردن همه جا اولین باری که ما رفتیم به منزل ایشون من بودم آقای عماد رام بود نادر گلچین بود آقای مازیار خواننده بود و تورج نگهبان رفتیم به منزل آقای معینی آقای معینی تشریف نداشتن خانمشون بودن و اون لحجه کرمانشاهی اینقدر این زن با محبت و شریف و با حیا یعنی تمام صفات زنانه رو یک جا در خودش داشت تعارف کرد ما رفتیم منزل گفت معینی میاد نشسته بودیم زنگ زدن گفت معینی آمد رفت ولی ایشون برنگشتودی مثلا این پنج دقیقه طول کشید برگشتن گفت که عجب یکی از دوستان معینی آمده بود گفت آمدم خداحافظی کنم با آقای معینی گفتم ایشون نیست گفت میدم شاید برگشتم ولی آمدم حلالیت هم به طلبم و خیلی تعجب کردم چرا این موقع روز اومده خداحافظی میکنه گفتم کجا میدی گفت میخوام برم به سفر فردا آقای معینی و خانم معینی برای ما تعریف کردن که اون مرد بعد از اینکه میاد به در منزل آقای معینی میره منزل تمام رفقاش در میزنه با همه خداحافظی میکنه شب هم میره خونه راحت میخوابه صبح دیگه بلند نمیشه میره به سفر ابدی سفر جاودانگی آقای معینی میگفت انسان به یک جایی میرسه که اینقدر به درون خودش تسلط و استیلا پیدا میکنه که حتی دیگه زندگی و مرگ هر دو براش گزینه میشه میتونه انتخاب بکنه خودکشی نیست میتونه انتخاب بکنه و عجیبه فکر کنید خود آقای معین‌الدین هم سوار اتومبیل بکنن ببر یه جای آزمایش بکنه تو را تو اتومبیل خداحافظی کنه با زندگی بره به سفر جاودانگی امروز معین‌الدین زنده تر از هر زمان دیگری است تمام آدم‌های خلاق در تاریخ ایران و خدمتگزار فرهنگ این مملکت همیشه معاصر بودن در هر دوره آدم‌های حی حاضر و زنده آقای معین‌الدین در این کتابش دو اقتدار رو معنا کرده و یکی که هر دو تصادفاً از مشرق زمین به سمت مغرب به حرکت در میاد یکی ازش به عنوان دو طوفان یاد میکنه یکی طوفان مغول در 800 سال پیش از سمت منچوری و ترکستان بیاد به سمت غرب میاد به طرف همین ترکیه امروزی و یکی هم یک طوفان دیگر اونو کی به پا میکنه یک آدمی که نه سپاهی داره نه لشکری داره یک آدم یک لاقبا اسمش مولویه اولی اسمش چنگیزه با سپاه هر دو حمله میکنن یکی ماندگار میشه به نام مولوی
اما یکی بعد از اینکه در میگذره در واقع با زندگی وداع میکنه. اجازه بدید که من تکه‌ای از این شعر رو بخونم، با شما خداحافظی و تشکر کنم از میزبان برنامه سکا خانم اما احسان. و چقدر آدم خرسند و خوش سرکار خانم اما سرشار عزیزم تشکر میکنم. و خود این استقبال چقدر امیدوار کننده است از وجود شخصیت های فریخته و فرزانه‌ای مثل شما. میفرماید دو طوفان به دوران خوارزمشاه ز مشرق به مغرب فتاده به راه. دو طوفان به راه میفته، یکی کشت و سوزاند و نابود کرد، یکی زاد و پرورد و موجود کرد. یکی حق خود دید هر جا که تاخت، یکی خود ندید و خدا را شناخت. یکی خود ندید و خدا را شناخت که طوفان ملای بلخی دجر، نه طوفان چنگیز آشوبگر. چه طوفان ملای بلخی دجر، نه طوفان چنگیز آشوبگر. و این ماندگار رو اون یک در فنا. تفاوت ببین از کجا تا کجاست. اجازه بدید که درود بفرستم به روح بزرگوار مردی که امروز زنده تر از هر زمان دیگری است. سپاس. ممنونم آقای حسین مهری. خب مقدمه‌ای که علیرضا میبودی عزیز برای ما گفت، مقدمه زیبایی بود برای اینکه دعوت کنم از گردآفرید، بانوی نقال ایرانی، که بیاد و بخشی از این کتاب شاهکار رو با شما بخونه با همراهی بداهه نوازی ستار نوید کندلوسی. خب درود بیکران بر شما. گفتنی ها در رابطه با استاد معینی و شاهکار گفته شد. مختصر اینکه مطلبی رو که در واقع دکلمه خواهم کرد از کتاب شاهکار، بخشی از حمله چنگیز مغول تا آغاز جنبش سربداران هست، بخش جانبازی بیمانند و شهسواری در طوفان. نوید عزیز هم لطف کردن که برای بداهه نوازی. جانبازی بیمانند یا جانبازی بیمانند و شهسواری در طوفان. به بگذشتن از رود راهی بجست، به بگذشتن از رود راهی بجست، در آن آب جوشان پناهی بجست. نه کشتی نه قایق نه یک راهیاب، که جوید گداری در آن جرف آب. این توضیح رو بگم که در شاهنامه دو بار در رابطه با تصمیم برای اینکه زنها و دخترها خودکشی بکنن برای اینکه به تصرف بیگانه نیفتند آمده. یک بار در داستان جریره است، آنجا که زنها و دخترها از قلعه خودشون رو پرتاب میکنن که به دست سربازان نیفتن، و یک جا در داستان خسرو پرویز و شیرین هست که شیرین بعد از خسرو پرویز برای اینکه به تصرف شاه بعدی نیفته خودکشی میکنه. این داستان داستان این زنهایی است که در زمان سلطان جلال شاه خوارزم شاه خوارزمیان برای اینکه به دست سربازان مغول نیفتند، طی گفتگویی که با پادشاه دارن تصمیم میگیرن که راه مرگ رو انتخاب بکنن و به رودخانه پرتاب بشن.
تلاطم در امواج می گفت زار که شاها حکایت به من واگذار. تو را امید هم ره بدان سوی رود که از این بیشتر بایدت آزمود. ملیز این کسان هر که در موج من کنم سینه ماهیانش کفن. اگر نه به بند مغل چون روند سر و جان و اسمت براب افکنند. در آن تنگنا لحظه سلطان جلال به اهل حرم گفت با شور و حال که این آخرین روز دنیای ماست، به تاریکی محض فردای ماست. رساندم شما را بدین مرز رود، به جنگ و ستیز و فراز و فرود. شما و من اکنون در این پرتگاه جز این رود ما نیست دیگر پناه. در آن سو مغل دست بر تیغ تیز، در این سوی گرداب ها موج خیز. کنون هر که از ما کند انتخاب، به پای مغل یا که در کام آب. زن و مادر شاه و دیگر زنان به همراه اطفال زاری کنان که نگذارمان زیر پای مغل که بر خاری ما بکوبد دهل. به امواج این رود ما را سپار که این گونه مردن پر از افتخار. شه پرتوان در همان فرصتش بزد تکیه بر بالش غیرتش. به خود گفت ای مرد آشفته بخت، که ننهاده ای پا بران شوم تخت. بر این اطرت خیش بالنده باش، بدین گونه جان باختن زنده باش. تو را سنگ مردی چند آوزه است، پر از جوهری یا که آوازه است. زنان را چنین جان فشانی ببین، تو هم رود جوشنده را برگزین. در آن دم زمان بود غمناک و تنگ، که هر نورش آیینه گردان جنگ. غروبی غم افزا ز ره می رسید، زمین چادر شب به سر می کشید. به پشت افق مهر می شد نهان، شب و ظلمت از دور می شد عیان. افق دم به دم رنگ خون می گرفت، افق دم به دم رنگ خون می گرفت. شفق جام خود واژگون می گرفت. چنان پنبه ابر گل رنگ بود، که گفتی در آن ابر هم جنگ بود. بسی نیزه نور در موج سند، فرو رفت در مرز خونین هند. ز خونین افق عکسی افتاده بود، که بر موجها نقش غم داده بود. چو می رفت در پشت که آفتاب، حجابی ز وحشت به خود بست آب. نماند ایچ جایی پی چون و چند، که آمد نفسها در آن لحظه بند. چه بیچاره شاهی، چه بیچاره شاهی که با دست خیش به غرق عزیزان نهد پای پیش. به یک ساحل برز پا را نهاد، نگاهش به گردابها افتاد. کشید آهی و گفت ای آب کور، که سر می گذاری به دریای دور. ببر قصه مرد بی پشت بان به دریای پرهیبت بی کران. در آغوش دریا چو ره یافتی، چو شیرین و شوری به هم تافتی. از این خاکدان
آنچه دیدی بگو، هر آن ناله ای را شنیدی بگو. بگو لشگری بی امان از تتار، چنین کرده محصور یک تک سوار. تو ای رود جوشان که راحت به پیش، تو و غیرت و موج غلطان خیش. عزیزان من را به دامان بگیر، ز من هم اگر خواستی جان بگیر. که بعد از چنین مردم بیگناه، تو تنها بگیری مرا در پناه. سپس بی کسان را یکا یک بخاند، به سرهایشان دست گرمی کشاند. در افسانه ها هرچه آمد پدید، وداعی چنین تلخ چشمی ندید. به جمع غلامان چنین گفت مرد، که ای هم قطاران من در نبرد، کنون بی کسان مرا هرچه زود، سپارید یک یک به امواج رود. غلامان به امر زجان سیر، شاه به پرتاب آن مردم بیگناه، به خون جگر دست بالا زدند. به کاری عجب دست ها را زدند، در آن موج غلطان فکندند سخت. سیه اختران را چو برگ درخت، به جستن زنان چون سرفشان شدند. در آغوش امواج پنهان شدند، به گوش کسی نامدان وایشان. چو میخورد بر سنگ سرهایشان، هوا آن زمان مات و بیرنگ بود. غروبی جگرخون و دلتنگ بود. شه آنگه نفائس هر اندازه داشت، که در جوف انبانه ها میگذاشت. یکا یک در آن رود غلطان فکند، که دست مغل ها مبادا فتند. عزیزان بداد و هدف را گرفت، عزیزان بداد و هدف را گرفت، به جای گوهرها شرف را گرفت. سپاسگزارم. با سپاس فراوان به بخش دوم موسیقی امشب میرسیم. باز هم دعوت میکنم از آقای نوید کندلوسی، ویولونیست نازنین و استاد ویولون، که دیدید چه ستار قشنگم زد، و همینطور آقای آرش شاپوری که با تنبک همراهیشون میکنن. این بار ما شاهد خواندن یکی از ترانه های معینه کرمانشاهی از سوی آقای آرش آوین هستیم، هنرمند خواننده بسیار بسیار نازنین با صدای نوستالژیک و آهنگ هایی که از خوانندگان قدیمی میخونه همتا نداره. با ما باشید، گوش بدید. دوستان، میدونی که این سالن سالن سخنرانیه و این صدای زیبا رو این دو دوست عزیز ما، آقای آرش کارباف و همسرشون خانم مهناز محبتی، دارن برای ما به گوش شما میرسونن. به این زیبایی یک کمی هم کار داره، برای اینکه بهترین سیستم رو داشته باشن و بهترین صدا رو برای شما تهیه بکنن، ولی واقعا خیلی زحمت میکشن. آقای پیمان ملازم که اصلا من نمیدونم چی بگم، از همه محبت هایی که میکنن از گروه فرهنگی سرو، که تمام این برنامه امروز واقعا در حاصل زحمات دو هفته پیمان عزیز هست. سپاسگزاری میکنم از همه این عزیزان. از کسانی که اینجا نشسته بودن رفتن، هنوز چند تا صندلی خالی هست، خسته شدین بفرمایید این صندلی خالی رو بنشینید. حداقل کسانی که نیاز به نشستن دارن رو راهنماییشون کنید بفرمایید بنشینن. هنوز حدود یک ساعت دیگه تقریبا یا کمتر برنامه داریم، بفرمایید بنشینید. درود به شما حضار محترم، من آرش آبین هستم و یکی از قطعات جاویدان استاد جاویدان آقای کرمانشاهی رو براتون میخونم. این کار احتیاجی به معرفی نداره. اسمش از سنگ خارا، مطمئنم همه
تک تک قسمتاشو میشناسیم. امیدوارم که دوست داشتید. شمع خود سوزی چمن در میان انجمن، گاهی اگر آهی کشد دلها به سوزد، گاهی اگر آهی کشد دلها به سوزد. یک چنین آتش به جان مصلحت باشد همان، با عشق خود تنها شود تنها بسوزد، با عشق خود تنها شود تنها بسوزد. من یکی مجنون دیگر در پی لیلای خیشم، عاشق این شور و حاله، عشق بی پروای خیشم، تا به سویش رس پایم سرزمستی بر ندارم، من پریشان حال دل خوش با همین دنیای خویشم. جایان دارم
چندی همراه سرما بگیرم، سنگ خارا را گوان این دل شیدا بگیرم، مو به مو دارم سخن و نکته ها از انجمن، بشنو سنگ یابان بشنوید ای با دوباره با شما هم را زمک با شما دم سپاسگزارم نوید کندلوسی عزیز. درست گفتم دیگه نه؟ چقدر زیبا بود صدا. خب حالا نوبت آقای ناصر پیراست است، دوست آقای معینی کرمانشاهی، ارشیتکت، هنرمند، مجسمه ساز، نقاش و در یک زمینه با معینی کرمانشاهی یکسان هستن، یعنی که هر دو خلاقن، هر دو خلق کردن آثار هنری. از معینی کرمانشاهی با ما صحبت میکنن. خیلی متشکرم. برای من خیلی ساده تره که سنگ بتراشم تا اینکه بایستم اینجا در مورد این شخصیت بزرگ صحبت کنم، چون فکر کنم اونقدر قادر نخواهم بود، ولی سعیمو خواهم کرد. من روی استودیو کوچک خودم روی بالای در نوشتم تمدن ارثیه هنرهای عالی است. نوشتم روی در استودیو کوچیکی که دارم، روی اون نوشتم تمدن ارثیه هنرهای عالی است. این تمدن به چه شکلی به ما میرسه و به چه فرمی با یه مش هنرمند، نویسنده، شاعر اتفاق میفته که این ارثیه باقی میمونه. این شامل یک لیستی است به نظر من. باور به خود، باور به خود، خلاقیت، عشق، شهامت، نترسیدن، کاوش، دیسپلین، جدی بودن، در لحظه زندگی کردن، انسان دوستی، وطن دوستی و همینجوری میتونیم بازم بهش اضافه کنیم. من فکر کنم تمام اینا در وجود این مرد شریف بود. ممنون هستم از نوشین که من و خانم منو با این خانواده آشنا کردم. چندین بار شانس اینو داشتیم که تو خونه دختراشون غذایی، چایی و شیرنی داشته باشیم و شانس اینو داشتم که با این استاد بزرگ صحبتی بکنم. در یکی از صحبت‌ها ایشون آگاه بودن که من با سنگ کار می‌کنم. بلافاصله صحبتی کردن، یک شعری رو گفتن، همینجوری البته من از خاطرم دارم می‌گیرم، اگر یک گوشه‌هایی اشکال داشت منو می‌بخشید. ایشون فرمودن اگر سنگ را خوب بتراشی ندای چنگ نکیسا را خواهد داشت. بلافاصله با حضوری که ایشون داشت، با اون قیافه جذاب، قد بلند، چشمایی که ایشون داشت، به نظر من مثل لیزر تو وجود آدم تکون میداد. کلامی که با وضوح و کلاریتی به قول امریکایی‌ها و مثل کریستال صحبت میکردن آدمو میخکوب میکرد و نمیتونست بهش توجه نکنه. ایشون در
بیشتر از نیم قرن در خلوت خودشون با تنهایی خودشون با صحبتی که بین قلم خودشون و ایشون بود مثل هنرمندای دیگه تو دنیای خودشون تنها میشینن و یه چیزایی رو ابداع میکنن و ابداع با همین لیست به نظر من بعد نوتی نوشته میشه بعد ویولونی میاد بعد تقسیم میشه بین سازها بعد حنجره‌هایی پیدا میشه که این صدا این حرف نه تنها از یه اتاق یه میز توی آشپزخونه شروع میشه مثل یک چتر بسیار بزرگی سر تا سر یک کشوری رو پر میکنه و امشب شاهد بودیم که همه شما زمزمه کردید اشعار ایشون رو همین امشب همین 5 دقیقه 3 دقیقه پیش ایشون یکی از پرکارت کارانی بود که مثل هنرمندای دیگه که باور به ابداع دارن هرگز بازنشسته نمیشن اصلا بازنشستگی تو هنر و هنرمندی وجود نداره هیچ وقت جنگ ایجاد نمیکنن هرگز دوستی ایجاد میکنن محبت ایجاد میکنن خوشحالی میارن من امیدوارم که با این که ما در مورد ایشون اینقدر چیزای جالب از دوستان شنیدیم فقط یادمون باشه که احترام به نوشته‌ها و آثار اینا داشته باشیم اونقدر معرفت شو داشته باشیم که با یه تغییر کوچیک با یه کلام عوض کردن اسم خودمون رو گذاشتن روش هنرمند نخواهیم شد و هرگز نمیتونیم چون هنرمند واقعی همیشه فرسنگ ها جلوه دیگران دنبالش باید بیان خیلی متشکرم از این وقتتون خیلی ممنونم نوشین جان تشکر خب تا به حال ترانه ها و اشعار متعددی از شاهکار رو شنیدید حالا میخوایم از خانم دکتر ماندانا زندیان خواهش کنیم که دو شعر عاشقانه از موینی که ماشایی رو برای شما بخونن توجه بفرمایید ای کتاب عشق بعد از من که میخواند تو را تا چو من بر دامن اندیشه بنشاند تو را با چنین حرمت که من یاد از تو گاهی میکنم در فلک هم یک ملک بر لب نمیراند تو را نقش میبازی چنان با خلق که از روی هوس هر سبکسر در زمان و نامه گرداند تو را کودکی را نو کن و بیرنگ بودن یادگیر دایه غم تا مگر گهواره جنباند تو را سنگ دل چشم تو در اشکم شررها دوش دید شاید این دود ندامت ها بگریاند تو را رنج پاییزی نه تنها بر من است ای گل فروش آن تنعم باورت آید نمیماند تو را با صداقت در خلافم گوش تا چشمم به شوق جای اشک شکفه در پا گل برافشاند تو را ای دل دائم صفا ورزم در این نادوستان آهنین قلبی چرا باید برنجاند تو را جام را از دست ساقی پس زدم با خنده گفت ای عجب هر چشم خوش برقی بترساند تو را سروده‌ای بود از کتاب خورشید شب با عنوان کتاب عشق شعر بعدی که میخونم عنوانش هست گریه سنگین قلم در دست من میلرزد از تاب سخن امشب سر اندیشه پردازی نمی آید ز من امشب صدای مرغ شب در ناله های باد می پیچد ز بس بوی غریبی ها برآید از چمن امشب
مرا دیوانه باید گفت با این گریه سنگین، به حالم شمع میخندد به حال سوختن امشب. ندایم آنچنان پیچد در این گنبد که پنداری ز کوه روزگار آید صدای کوه کن امشب. ردایم عشق و کفشم صبر و راهم بی سرانجامی، ندانم چون بیارامم درون پیرهن امشب. چنان بریان شدم بر آتش آشفته بختی ها که هر دم همچون نی دارم نوایی دل شکن امشب. غم از من، گریه از من، ناله آوارگی از من، تو هم ای مرغ شب بیدار شو بانگی بزن امشب. هوا تاریکتر از شب ز آه بینوایان شد، افق رنگین کمان بندد ز اشک مرد و زن امشب. تو ای بمب افکن تقدیر پاورچین بیا، شاید به بال باد بنویسیم تاریخ وطن امشب. سپاسگزارم. خب تا دوستان میکروفون رو برای بخش سوم موسیقی ما آماده بکنند، اجازه بدید یکی دو دلنوشته هنرمندان ایرانی رو که برای معینی کرمانشاهی نوشتن براتون بخونم. اردلان سرفراز، ترانه سرای عزیز، نوشته: امروز ترانه سوگوار است که پدر و یکی از مفاخر و بنیانگذاران معاصر خود را از دست داده است و همه ما به سوی استاد رحیم معینی کرمانشاهی، یار و یاور ترانه و ترانه سرایان معاصر نشسته ایم. فقدان این بزرگوار را به ایران، انسان، هنر، ترانه و ترانه سرایان و همچنین بازماندگان و یاران همراهش تسلیت میگویم. اگرچه مرگ پایان کبوتر نیست و آن بزرگ مرد در ترانه های جاودانش جاودانه میماند. به یاد و حرمت او کلاه از سر برداشته، با تعظیم نام و یاد او به ایران گرامی می‌داریم. با تمامی دست و دل سوگوارم اردلان سرفراز. پیام تسلیت جمعی از هنرمندان کرمانشاهی برای درگذشت معینی کرمانشاهی: جلال الدین کزازی، شهرام ناظری، محمد علی چاوشی، کیخسرو پورناظری، کیهان کلهر، ولی اکبر مرادی طی پیامی درگذشت رحیمی معینی کرمانشاهی را تسلیت گفتند و نوشتند که از شمار دو چشم یک تن کم و شمار خرد هزاران بیش، نادر مرد هنر معاصر ایران استاد معینی کرمانشاهی از رنج زیستن رهایی یافت و شوکران مرگ را سقراطوار سر کشید تا به افق‌های اوجمند و بیکران مهر دوست بپیوندد. رضا مقصدی، هنرمند دیگر، می نویسد: محصول مرارت‌های مهربانش در گستره آفرینش‌های هنری، ترانه‌های تازه تغزلی است که از دیروز دوردست تا هنوز از سوی تو و دیگران از این سینه به آن سینه ورق می‌خورند. خجستان شاعری که تیراژه واژه‌هایش بر آسمان جان مشتاقان این گونه مهربان بنشیند. و بسیاران دیگر از شما دعوت می‌کنم به صفحه خانم نوشین معینی کرمانشاهی در فیسبوک مراجعه کنید و ببینید که چه پیام‌های زیبایی نوشتند. و بابک دولتی، شاعر جوان دیگری، نوشت: معینی کرمانشاهی چهره‌ای ماندگار است، چرا که تصنیف‌هایش در تلخ‌ترین لحظات عاشقانه در خلوت ایرانیان حضور داشته است. معینی کرمانشاهی چهره‌ای ماندگار است که چرا که تصنیف‌هایش با آثار فاخر موسیقی مثل روح و جسم ترکیب شدند. کرمانشاه به داشتن این چنین فرزندی و فرزند با شکوهی به خود میبالد، یادش همیشه سبز. خب اکنون اجازه بدید که از خانم سوسن یوسفی و همینطور از نوید کندلوسی و آرش شاپوری خواهش کنم که برای بخش سوم موسیقی تشریف بیارن و ترانه ساغرم شکسته ساقی رو برای شما اجرا بکنم. مقدم استاد ایرج پزشکزاد رو خیر مقدم میگیم اینجا.
یاری در سالن هستند، امیدوارم کسی رو فراموش نکنم، اینکه به چشمم خانم پوران درخشنده کارگردان خود خانم گوهر خیراندیش رو دیدم، آقای سعید دهیمی نوازنده گرامی، آقای پرویز غریب‌افشان اینجا می‌بینم، آقای زکایی سردبیر جوانان رو دیدم مثل که اون پشت نشستن هنوز، و دیگر دوستانی که اگر نمی‌بینمشون، آقای خیاط باشی رو که اول قسمشون رو گفتم، خانم زیبا شیرازی رو دیدم، و هر هنرمندی دیگه که آمدن برای بزرگداشت و احترام به یک هنرمند دیگر قدمشون رو چشمون. آقای داریوش که باید آخر کار بیان، اجازه بدین. خانم ها و آقایان محترم و با تسلیت به نوشین عزیزم، نوشین جان من در غم تو 100% شریکم، برای که من از بچگی با شعرهای پدر تو اصلا زندگی کردم و بزرگ شدم و همه خاطرات خوب زندگیم واقعا متعلق به اون چیزیه که استاد معینی کرمانشاهی برای ما گذاشت. متشکرم. میخوای آهنگی هم که میخوایم بزنیم اون رو معرفی بکنید، به خاطر اینکه فکر کنم اشتباه شد. میگریزم اثر استاد حبیب‌الله بدیعی و شعر استاد معینی. Amigo
عشق حسرت از چه ریزم، برو برو گل از دامت رستم، شکست پر از بامت جستم، یاد از تو دیگر نکنم نکنم، سوی تو نظر نکنم نکنم، تو را رها کردم با نگران، گذشتم از تو چون ره گذر. ما عزیزان، وقتی دوست عزیز من خانم سرشار از من خواستن که بیام در این مراسم، نمیدونم منو برای چی خواستن، ولی حداقل میتونم ادای احتراممو بکنم نسبت به بزرگواری که جامعه‌مون بهشون بدهکاره، جامعه ایران بهشون بدهکاره. اگر نمیتونم الان ترانه‌شون رو بخونم، برای اینکه ابزارش دست من، الان ابزار ندارم که بتونم ترانه هایی که افتخار اینو داشتم ازشون بخونم رو تقدیمتون کنم. عرض کنم استاد معینی کرمانشاهی رو اکثرا شما به عنوان ترانه سرا شاعر شنیدین، ولی فراتر از این به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک محقق، به عنوان یک تحلیلگر، به عنوان یک انسانی که دنیای خودش رو در یک اتاقی به اندازه خودش با جهانبینی بسیار عمیق از انسان و انسانیت، از فرهنگ یک جامعه به تصویر کشیده و پندها و راهکارهای او برای یک بشر، برای یک موجود در کتابهاش نهفته و احتیاج نیست، بعضی موقع میگم شما نیاز نداره برید دکتر و پزشک، برید این کلام در این گفتارها، این دارو، این مسکن در اشعار بزرگانی مثل معینی کرمانشاهی هست. موقعی که دست میذاره روی نقطه حساسی از بیماری فرهنگی یک جامعه که میگویند ای وای در این دار فنا خستگی ما، چیزی نبود جز غم دلبستگی ما، ما جمله اسیران من و مایی خیشیم، اینجاست همان علت صد دستگی ما، نچتن یک فرهنگ رو میشناسن. و به نظر من ایشون به عنوان یک محقق شمعی بودند که سوختند تا روشنایی ببخشند به جامعه، یک چراغی برای جامعه روشن کنند. بیشتر از این نمیخوام به این مسئله بپردازم، یه ذره از دیدگاه دیگه به مسئله نگاه کنم که افتخار اینو داشتم این بزرگوار رو در منزل پدرم، از من خواستن که بیام که استاد تشریف آورده بودن اونجا، با پدرم دوستی داشتن، از اونجا از نزدیک زیارتشون کردم. خب تازه خواننده شده بودم، خیلی پدرانه به من نگاه میکردن، بعد اجازه به من دادن که بتونم یه مقدار فراتر از یک اجازه به خودم بدم که بتونم حرفمو بزنم، در واقع اون حجب و حیا و خجالت رو از من گرفتن. بعد افتخار اینو داشتم آخرین، فکر میکنم آخرین شعرشون خونده شده باشه، نه انسان به صورت خوانندگی. خب جزء اولین کارام که من شروع کردم اون ترانه که فروغ جاودان بود که به اسم مسبب شناخته شد، اون رو من به سرقت بردم از خوانندگان دیگه، چرا که همه کپی میکنین دیگه، ما هم سرقت کردیم در واقع. بعد یک اتفاق جالبی که افتاد و این اجازه رو خودشون به من داده بودن این بودش که روزی شادروان امبادرام برای من یک کاری رو فرستادن، گفتن این مال
استاد معینی کرمانشاهیه، اینو خواستن شما بخونی. بعد بسیار کار زیبایی بود. یا رب دیگر از خلق جهان بی خبرم کن، چون سرو سرافراز چمن بی ثمرم کن، آثار من آتش بزن و بی اثرم کن، دیگر ز هنر خسته شدم بی هنرم کن. بعد یه مقدار فکر کردم، گفتم من اینو نمیخونم. اماد گفت چرا نمیخونی؟ گفتم این خیلی کلمه بزرگی هنرم کن، من مردم فکر میکنم من دارم راجع به خودم میگم. بعد گفت نه بذار، من گفتم خواهش میکنم از استاد بپرس که آیا امکان داره این خط رو عوض کنن. استادم گفتن نه به هیچ نه، تو داری شعر منو میخونی. بعد گفتم خب منم دارم صدامو میذارم. نتیجتاً در جامعه زندگی میکنم، فکر میکنم آهنگشو خودم ساختم، شعرشو خودم گفتم، تنظیمشو خودم کردم. خیلی عده معدودی فکر میکنن کی ساخته کی پرداخته. بنده اجرا کننده کارهای بزرگان بودم. من واسه افتخار منه که از بزرگانی مثل معینی کرمانشاهی خوندم. ولی متاسفانه جامعه بعضی موقع اینطوری نگاه میکنه دیگه. ولی امشب جمع شدیم که استادو ارج بذاریم براش و بگم من اون کارو نخوندم، به خاطر اینکه خواننده اصلا هنرمند نیست. هنرمند کسی است که خلق میکنه، هنرمند کسی است که به وجود میاره. من اجرا کننده اون هستم و بسیاری از کارهای زیبای استاد معینی رو خوندم و آرزو میکنم آثار این بزرگوار رو به عنوان کتاب در کتابخانه زینت در خانه نداشته باشیم. درست جامعه‌ای هستیم که اهل کتاب نیستیم، ولی بسیاری از پندها و نصیحت‌های این بزرگان در جامعه‌مون جاریه، میتونیم ازش پند بگیریم و راهکاری باشه برای زندگی آرام و راحت. خیلی سپاسگزارم از لطف همتون. مرسی. داریوش میگه که من ابزار ندارم. ابزار اینجاست. مگه میشه؟ یه چیزی بخواه. یه دو تا خط انسان هم. گفتم آخر کار دست من میشه. بله بله. الهی به مستانه جام شهود بغلاف پرینان بزم وجود بانان که بی باد مست آمدند، ننوشیده می پرست آمدند. دلم مجمره آتش تو کن، گلم ساغر آب انگور کن. در این حال مستی صفا کردم، تو را ای خدا من صدا کردم. از این روزگاری که من دیدم
چه شبها خدایا خدا کردم، نهادم سر سجده بر خاکت، به درگاهت امشب دعا کردم، که از من نگیری صفای دلم را، به راه محبت تو دانی خدایا چه ها کردم. سببگر بسوزد مسبب تو هستی، سبب ساز این جهان تویی، ز دست که آید که دستم بگیرد، مرا سایه امان تویی. خیلی ممنون لطفتون. دوستان، خانم نوشین معینی کرمانشاهی، دختر رحیم معینی کرمانشاهی، با شما چند کلامی صحبت می‌کنند و جلسه امروز رو با گفتاریشون به پایان می‌رسونیم. خانم نوشین معینی کرمانشاهی. با عرض احترام نسبت به همه شما، خیلی ممنون که از راه‌های نزدیک دور لطف کردین، تشریف آوردین از دوستان عزیز، از علاقمندان پدرم و از کسانی که این برنامه رو امشب تدارک دیدن. یک دنیا ممنونم. انجمن سرو که این برنامه رو با کمک این عده ما برگزار کردیم، و خانم سرشار نازنین که نمیدونم چگونه واقعا باید ازشون تشکر کنم، که یک هفته است، 10 روز واقعا چقدر زحمت کشیدن برای این برنامه، آقای فریبرز یوسفی همچنین، کسانی که امشب برنامه اجرا کردن چقدر لطف کردن، محبت کردن به همه ما، تمرینای کوتاه مدتی که داشتن با این حال آمدن و این برنامه رو اجرا کردن، از آقای آرش آوین، نوید کندلوسی، آرش شاپوری، آرمین کارباف، مهناز محبتی، پیمان ملاز، به خصوص پیمان ملاز که خیلی خیلی زحمت کشید برای برنامه امشب. من نمیدونم واقعا چه باید بگم در این لحظات آخر، جز اینکه از همه ممنونم بر اینکه با ما بودید در این روزهای سختی که من این خبر رو شنیده بودم، برادرم همینطور، و دور از به هر حال پدر بودیم. مسلما دوری خیلی سخت داره وقتی که آدم دور هست از عزیزانش. با این حال از پیام‌ها و تلفن‌ها، مسیج‌های روی فیسبوک، همه متشکرم. از کسانی که در رادیو، تلویزیون و مطبوعات محبتی داشتن و لطف کردن و از پدر صحبت کردن. آدم‌ها به نظر من دو دستن. من وقتی به پدرم فکر می‌کنم اینجوری فکر می‌کنم که یک دست اونهایی که وجودشون یک وجود قابل لمسیه و بعضی‌ها مثل شبح میان و میرن. پدر من وجودش برای ما
یک وجود خیلی شاخص بود از کودکی و برای تمامی کسانی که میشناختنش، چون انسان بود و انسانیت رو سر لوحه زندگیش قرار داده بود و به ما میگفت که چگونه انسان باشیم، چگونه نسبت به دیگران رفتار کنیم و چگونه درک داشته باشیم از زندگی و بتونیم اون درک رو یا به وسیله هنر یا به وسیله حرفی، جمله ای، محبتی به دیگران بدیم. به هر حال من خیلی امشب اصلا قرار نبوده صحبت کنم، بنابراین هیچ آمادگی ندارم، فقط از همه شما عزیزان ممنونم که امشب با ما صرف کردین، لطف کردین، تشریف آوردین. از استاد بزرگ آقای ایرج پزشکزاد که مطمئنن براشون خیلی آسون نبوده تشریف بیارن اینجا ولی آمدن، خیلی خیلی ممنونم که لطف کردن و آمدن. از فامیل، دوستا و بچه های خودم گلریز و گل بهزاد و شباب ریاهی پسر خواهرم که اینجاست، از همه ممنونم و امیدوارم که شما سلامت باشید و یاد اون عزیز برای همیشه جاودان. چه خواهد شد که نوشیم می؟
کشان رفتم ای نامهربان، از من آزرد دل کی دگر بینی نشان. رفتم که رفتم، رفتم که رفتم.